به نام خداوند جان و خرد. برنامه امشب ما اختصاص داره به فیلم سازهای ناکوک و دو مهمان داریم، یکی از بازیگران اصلی فیلم و دیگر کارگردان فیلم. با هم برنامه رو ببینیم. همانطور که گفتم برنامه امروز ما اختصاص داره به فیلم سازهای ناکوک و دو مهمان عزیز داریم، کارگردان فیلم و بازیگر خوب فیلم، یعنی یکی از بازیگران خوب فیلم با هم هستیم در برنامه امروز کافه آپارات با سازهای ناکوک. خیلی خوش آمدید. قربان شما. ممنون. خیلی خوش آمدید آقای علی حضرتی. خیلی خوش آمدید. این دوربین ما برای در واقع صحبت. سلام به همه مردم خوبمون، فداتون باشم. من علی جان، منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و ممنون از شما بابت. خواهش میکنم. خب منم با کرونا چطوری کنم؟ کرونا جدیش نمیگیرم دیگه، به خاطر اینکه آره، برای اینکه بعد هزار تا مریضی دیگه میگیرم، یعنی بعدم میاد پایین. این استرس ها، این استراب ها خودش مسبب یک عالمه مریضیه. بله. روح و مدتی با استراب داریم زندگی آره، میکنیم. آره، روح و روحو که داغون میکنه. بعد یکی دو ماه اول خیلی منو آزارم داد، بعد دیگه حالا روحم دارم کار میکنم، میگم که خب من که واقعا کاری از دست من برنمیاد، من چی کار میتونم بکنم دیگه؟ اونم باید بسپاریم همه رو به هستی دیگه. آقای حضرت تو چطور روش به کرونا چی فکر؟ منم همین حرفای خانم قاضیانی رو به این قشنگی البته نمیتونم بگم، ولی سعی میکنم اجراش بکنم. ببینید چیزیه که دست ما نیست دیگه. تو متولد چه سالی هستی؟ من دهه 60 ام. آخر دهه 60 واسه دهه 60. بجای که ما الان بگیم مثلا من بگم 50 که مثلا سنای کم الان سنشون رو پنهان میکنن. نه من چون که خیلی زود شروع کردم کار اجرایی. آره، ابو علی سینا هم زود شروع کرد. هنرستان که بودم کار تئاتر رو شروع کردم. تو متولد چند؟ 66 60 رفتی؟ 69 هم. بابا تو ده 70 دیگه. ولی سن خیلی کم تو تئاتر. من 16 سالگی تئاتر شروع کردم. دستیار پشت صحنه بودم. خوب. تقریبا با این سن 15 سال سابقه دارم. با این سن 15 سال سابقه دارم. ولی چون تو نسل آخر. 15 سال؟ جدا؟ آره. از روزی که وارد اجرای تئاتر شدم دیگه. چه جاله؟ تئاتر هم چیز کردی؟ کارگردانی هم کردی تئاتر؟ من نه، من از دستیار صحنگی شروع کردم، مدیر صحنه بودم، دستیار کارگردان بودم، بعد یه تایمی کلن کار تئاتر رو گذاشتم کنار، تهیه کنندگی تئاتر رو کردم. پنج تا. چه تئاتری تهیه کردی؟ من با قطب‌الدین صادقی دوتا کار تهیه کنندش بودم، علی هاشمی دوتا کار تهیه کنندش بودم و یکی از دوستانم که دانشجوی تئاتر بود شایان افکاری تهیه کننده اونم بود. تئاتری که تو این تئاتر گرفت کدوم تئاتر؟ کار آقای دکتر صادقی. اسمش چی بود؟ مکبسش که میکنی شهرستانی بازی میکرد. بعدش اومدم فیلم کوتاه تهیه کردم و بعد اومدی فیلم بلند تهیه کردی، با تهیه کنندگی شروع کردی، مسیر رو دیگه پله پله بعد اومدی کارگردانی. معمولا از کارگردانی معمولا میاد تهیه کنندگی میاد کارگردانی. چرا؟ من در واقع خوبه، خیلی خوب. اولین کار تساس های فیلم بلند؟ بله، فیلم کوتاه سه تا کارگردانی کرده بودم که توی جشنواره‌های مختلف خارج از کشور حدود 30 تا 30 خورده‌ای مثلا موفقیت داشت. من اول یک نکته رو بگم قبل از اینکه به مصاحبه‌ایم به دوستانم گفتم. من فیلمو که دیدم، حالا راجع به فیلم صحبت خواهیم کرد، یه حسرت خوردم. تو دو تا بازیگر داری، خانم قاضیانی و خانم غزل شاکری. بله. هر دو صدا درخشان، درجه یک. خیلی متاسفم که تو نتونستی از این صدا استفاده کنی. این ترس و این شرایط
خیلی برام تلخ بود که ما نتونستیم، تو نتونستی حتی به صورت زمزمه بیشتر، حتی به صورت لحظه‌ای که ما از این صدا داشته باشیم. یعنی حیفه که در واقع تو این فیلم ما صدای هیچ کدوم اینا رو نداریم، در حالی که فیلم درباره ترانه ای است که قراره در واقع هدیه بسازه و اجرا کنه و یک ساز هم براش انتخاب کردیم و هیچی ما نداریم. یک کم زمزمه داریم و خیلی دلم سوخت، یه خورده در واقع متاسف شدم که چرا ما نتونستیم، یعنی چرا نمیتونیم، نتونستیم یعنی چرا نمیتونیم واقعا گاهی وقتا از این صدا تا حدی که میشه استفاده کنیم. ببینید ما یه فیلمی همکاری داشتیم سر فیلم یک قناری کلاغ به کارگردانی آقای اصغر عبداللهی که من خیلی یادگیری سینما رو مدیون ایشونم و همکاری با ایشون. توی تیتراژ پایانی خانم قاضیانی آقای شورا کریمی که آهنگساز اون کار بودن مشترکاً خوندن، خیلی هم موسیقی به یاد موندنی و درجه یکی شد و خیلی هم خوب شنیده شد. اما یه سری حواشی هایی هم پیش اومد برای خود از طریق ارشاد و اینها. این چیزها باعث میشه که دیگه آدم از ذهنش کلن یه سری دکمه ها رو آف میکنه دیگه، به چیز جا فکر نمی کنه. نه، بحث همینه، این بحث همین نیست که تو، این بحث فیلم نیست، بحث خودمونیم و در واقع بله. نتونستن ها که در واقع چرا نمیتونیم در واقع تا حدی استفاده کنیم، چرا میترسیم، چرا وقتی دو تا داریم بازیگر داریم، دو تا زن بازیگر داریم که واقعا صداشون خوبه بله. که تو الان فضای مجازی صداشونو بله. هر دو میشه بله. نگاه کرد میشه بله. دید اصلا قضیه رو، هیچی ما نشانی نداریم. فیلم درباره موسیقیه و موسیقی توش نیست و این نکته ای که در واقع نکته تلخیه در واقع که در مورد سازهای ناکوک هستن، اسمش هم روی موسیقیه بله. در واقع ولی در واقع تو خود فیلم نیست. این اول تأسف من در مورد فیلم بود و چون خانم قاضیانی رو خیلی خوب میشناسم، من البته توی فیلم من مادر هستم یه جا استفاده کردم از ایشون خواستیم بخونن و یک لالایی رو خوندن و خوشبختانه مسئول در نیامد در فیلم آره یه داشته شد. البته اون فیلم هم که یادتونه آره چه بلاهایی سر آره شما آوردن. آره اون خیلی سانسور شد ولی این تیکه در نیامد خوشبختانه. آره آره و اون نکته من اینجا خیادم نمیره. بله خب این تصور. خب از سیم شروع کنیم. من اول بگم که همون جمله که بهت گفتم سناریوی سختی بوده تو داشتی. یک فیلم با سه تا آدم توی یه خونه، بعد با قصه ای که بیشتر حوادث بیرونی نداره و حوادث درونی، قراره که قصه در درون آدم ها اتفاق بیفته، کار سختیه. وقتی قرار بود این سناریو رو خودتم چون نوشتیم بله. مثل که انتخاب کردیم، از کجا شروع شد؟ ایده اومد به ذهن تو اصغر عبداللهی به تو پیشنهاد داد یا تو یا اصغر عبداللهی پیشنهاد دید؟ از کجا پیش اومد؟ والا من و اصغر عبداللهی رابطه اون از قبل از فیلم خداحافظی طولانی فرزاد مؤتمن، یعنی از سال 91-92 رابطه خیلی دوستانه بینمون شکل گرفت و راجع به فیلمنامه و قصه و رمان و سینما و اینها خیلی نشست و برخاست داشتیم، کافه نشینی‌هایی داشتیم. خب طبعا من تحت تاثیر سلیقه ایشون هم قرار گرفتم طی این سالها. این ایده این فیلم نامه ولی مال خودم بود، یعنی ابتدا ایدهش به ذهنم رسید. دو خطیش چی بود؟ ایده دو تا خواهر بود که طی یک اتفاقی ما، یعنی ماهای مخاطب با یکی از اینها اطمینان، به یکی از اینها اطمینان بیشتری داریم، اما هرچه پیش میریم قضیه یک شکل دیگه به خودش میگیره و یک ترکی بین این رابطه خواهرانگی که در دل قصه اتفاق میفته، این برای من مهم بود. در واقع یک روایتی، یک راوی، شبه راوی ما داریم که کم کم تغییر میکنه. با تغییر شبه راوی ما قصه هم شکل دیگه ای داره به خودش میگیره. چی مهم بود تو این ایده برات که میخواستی بسازی؟ من حتی اول این فیلمو اپیزودیک تو ذهنم بود که همراهی ما با هر کدوم از اون کاراکترها باشه که ما از منظر دیدمون ببینیم دنیا چه شکلیه، اون داره دنیا رو چه شکلی میبینه و وقتی عوض میکنیم میبینیم چقدر همون دنیاست ولی همه چیز متفاوته یا یه سری چیزها خیلی متفاوته و منظر دید چقدر اهمیت داره توی اینجا. وقتی که شکل اپیزودیکشو برداشتم خیلی به شکل خطی پیش رفتیم. یعنی نه اپیزودیک نوشته شده بود؟ بله اولش من اپیزودیک نوشتم. خب این اپیزودیکو برداشتیم بدون اینکه ساختار عوض کنیم؟ نه ساختارم عوض کردیم کامل، بازنویسی جدی کردیم. آه. ما چندین بار بازنویسی های خیلی جدی روی فیلمنامه داشتیم. اپیزودیک چجوری نوشته بودین اپیزودیکو؟ اپیزودیک رو یه بارم البته از شما مشورت گرفتم تو هم تایم، ولی ما با یکی از کاراکترهای خواهرها همراه بودیم، قصه رو پیش می‌بردیم،
برمیگشتیم دوباره ابتدای قصه با اون یکی پیش میرفتیم قصه رو و پلات تغییر میکرد. همون اتفاقات رو میدیدیم ما، ولی خط قصه‌مون یک جور دیگه بود. ها یعنی دو تا روایت، دو تا اپیتغمل نمیشه گفت. یک روایت دو برداشت. یه روایت دو برداشت. یعنی یه بار یه روایت یه جور می‌بینیم با بله. یه نگاه، یه بار یک روایت می‌بینیم. خب من برای که خانم قاضیانی عزیز یک سوال اساسی بکنم. چه چیزی تو هلیا دیدی که انتخاب کردی این نقش؟ چه نکته برای جذاب بود تو هلیا؟ نکته‌ای که توش بود این بود که خودم همیشه رنج می‌بردم از آدم‌هایی که به خصوص تو این 22 سالی که تو ایران هستم. رنج می بردم از آدم هایی که تمام ناراحتی های روحی خودشون رو، باک های شخصیتی خودشون رو، حفره های خودشون رو، سایه های خودشون رو که پشتش قایم می شن رو در واقع تحمیل می کنن در شکل محبت به دیگران. این چیزی بوده که من خیلی توی این 22 سال آزارم داده. در همه وجوه مختلف زندگی. این یه نکته بود. نکته دوم بود که من با این تیم کار کرده بودم. یعنی همین داستانی که هی فیلمنامه عوض شده نشده، یک اتاق فکری وجود داره که اونجا یکیش همین آقای اصغر عبداللهی محترم، دکتر بهروز غریب‌پور علی جان، تو این جلساتی که شکل میگرفت هی به مرور همین تغییرات که حتی تو فیلم نامه هست. تو از اول انتخاب شده بودی برای این نقش؟ من؟ از اول نمیدونم انتخاب شده بودم. وقتی که من طرح اولیه دو خطیش رو به من گفتن تو از اول انتخاب شدی. اگه الان به من میگن این نباشه واقعا یه کاری میکنم فیلمشو فروش نکنه. بفرمایید. من وقتی دو خطی به ذهنم اومد با آهنگساز این کار شورا کریمی و هنگامه قاضیانی و اصغر عبداللهی در میون گذاشتم هم ابتدا به عنوان مشورت. ولی خب یعنی این به معنی نبود که شورا کریمی آهنگساز این کاره یا هنگام قاضیانی بخش هلیا داره. نه مشورت های دائمی خب نیاز داشتم. آدم های با تجربه که تو حوزه های مختلف واقعا تجربه داشتم. فیلم های خیلی زیادی کار کرده بودن. کمک زیادی میتونستم به من بکنم. از اون اول سعی کردم از همه ارتباطاتم استفاده کنم که قصه رو پیش ببرم، از منظر بازیگر ببینم، از منظر موسیقیایی بشنوم نظراتو، و اصغر عبداللهی هم که دیگه مستقیم با من یک به یک کار میکرد. خب شما از مرحله سناریو با هم بودین دیگه، یعنی تو از مرحله سناریو پیوستی به یک؟ بله یعنی همین چیز جلسه اصلا چند شب شد این پست رو البته برای تشکر از خانم طارپور گذاشته بودم، ولی خب کلیت از تمام تیم تشکر کردم. خیلی جلسه میذاشتن. از کارگردان تشکر کردی؟ از کارگردان بله از کارگردان تشکر کردم. منتها کارگردان یه جایی داشت ما رو دیوانمون میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه هی بازنویسی میکرد وسواساش. یعنی واقعا جدا دارم میگم اینو، حالا الان میخندیم، اون موقع واقعا گریه‌آور بود. از یه جایی من به جنون رسیدم به دلیل اینکه انتخاب شده بودم. فیلمنامه‌رم خب نقش رو میدونستم، ولی نیست قالب میگیرم، هی این قالب داشت هی به هم میریخت. مثلا من یه چیزی رو میچیدم برای خودم. باید ببینم دیگه اون روحه، اون روح چه کار قراره بکنه، این آدم با این شناسنامه داره چی کار میکنه. تمام چیزهایی که در قصه فیلم خیلی بکراند عجیبی داره، بیوگرافی اصلا هلیا، یعنی واقعا بیوگرافی داشت که خیلی رو راست باشم تو کل فیلم ها هم همیشه نقشا باید همه نقشا یه بیوگرافی دارن، ولی اینجا بیوگرافیشو من تجربه نکرده بودم توی سینما. یعنی یه قصه ای بود که من باید ته یک چیزی رو میرفتم که خیلی دردناک بود، همون قصه مادرشون، مادر این دوتا خواهر در بله. و خب این پروسه یه مقداری من رو به هم ریخت. حتی فهم کنم یه روز اعتراض هم کردم بله. یه روز اعتراض هم کردم و گفتم بابا من اصلا دارم دیوانه میشم، اصلا تمام این فیلمنامه رو اصلا میخوام بذارم کنار رو نمیتونم. یعنی واقعا داشتم دیوانه میشدم، ولی میدونستم که در جهت درست همه چی داره پیش میره، به خاطر اینکه با علی کار کرده بودم. اون موقع تهیه کننده بود، کارگردان اصغر عبداللهی بود. بعد حالا اصغر عبداللهی نشسته بود این برمیز، نشسته بود به عنوان مشاور، علی قرار بود کارگردانی بکنه، درست؟ اطمینان خاطر داشتم راجع به یک چیزی که قطعاً کار محترمانه جلو خواهد رفت، چون گفتم کارهایی که تهیه کننده کرده همش توش صدا بلند نشده تا حالا، کسی ناراضی نبوده، همه چیز محترمانه بوده. بعد اصغر عبداللهی آدم کمی نیست، حالا اصلا
کار قبول نمی‌کرده بسازه. با اون رضایت، با اون حال خوب کارش رو تموم کرد که اونجا علی تهیه کننده بود. بعد دیگه می‌دیدم وسواساش و می‌دیدم که مثلا اینقدر کتاب روانشناسی مثلا تو دفتر می‌رفتیم همش داره می‌خوند، بعدم ترسیدم خودش دیوونه نشه. خدا یعنی واقعا نگران دیوونگی همم بودم، چون خود من این اولین نقشی بود. بعد حالا این نیست که جلو شما دارم میگم، تو مصاحبه دیگه هم گفتم، یکی من مادر هستم این حالت رو داشت به لحاظ روانی منو بد به هم ریخت، یکی سازهای ناکور. من همیشه بعد نقشا یکم خب یه فرمی دارم که اونم زود دیگه جدیدن حالم رو سعی میکنم برگردم، چون عاشق زندگی شخصی من، یعنی فهم کنم هیچی از این زندگی روزمره مهمتر نیست. اما سر هلیا صادقانه بخوام بگم واقعا ویران شدم، چون خیلی چیزها رو با تو خودم میکشیدم بیرون و بعد این شخصیت رو با همه اون داستانهایی که داشت پیش میبرد. ببین برمیگردم علی، به وقتی تو قصه دو خواهر رو داری، کدوم خواهر برات مهمتر بود و فکر میکردی توی قصه با مثلا با آرزو، رویا یا مثلا با نگاه او در روایت اون جلو میره، کدوم خواهر برات مهمتر؟ من با یکی از دوستان فیلمنامه نویس توی همین کار یه تایمی مشورت کردم، سه تا جلسه 7-8 ساعته باش داشتم. اون دقیقا همین سوال شما رو از من پرسید به شکل دیگه ای، که قهرمان تو کدومشونه، کدوم قهرمان از نقطه A به نقطه B میخواد بره. بهش گفتم که اون داشت با من خیلی علمی و مکتبی فیلمنامه نویس، ولی من گفتم که نه، من دوتا قهرمان دارم. گفت نمیشه. گفتم که خب من این مثالی از یه فیلمی زدم، گفت اون استثناست تو اون شده. مثال کدوم فیلم زدی؟ پرسونای برگمان رو زدم. گفتم که خب توی این پس چرا اتفاق افتاد؟ گفتم نه، ببین ما با یکی از این کاراکتر خواهر رو پیش میریم و در خدمت تعریف قصه اونیم، پس از منظر اون داریم پیش میریم. از یه جایی به بعد کم کم ازش دور میشیم، به اون یکی نزدیک میشیم و حالا از همون قصه، همون آدم‌ها و همون کاراکترها رو برعکس این داریم میبینیم، برای همین جاهاشون عوض میشه. واقعا نمیتونم بگم که کدومشون. ببین اون نکته، اون فیلمنامه نویس محترم که با تو حرف زده یک نکته رو درست گفته. برخلاف ببین نکته که فیلمای دو شخصیتی دو قهرمانه داریم، فیلم تو هم دو قهرمانه است، یعنی هلیا و هدی است. اما توی فیلمای دو قهرمانه یک قهرمان پررنگ‌تره، یعنی یکی پررنگ‌تره و در واقع هدف اون یا شکل و شمایلی که اون فکر میکنه یا نگاه اون داره روایت میکنه. ما داریم راجع به هدیه صحبت میکنیم در مورد فیلم، یعنی اون شخصیتی که داریم راجع به صحبت میکنیم هدیه است، ولی کسی که داره راجع به هدیه صحبت میکنه هلیاست، کسی که همه این فضای خونه و افراد و اطرافیان و قطع رابطه با دوستان و آشنایان رو انجام داده هلیاست. کاراکتر منفعل ما هدیه است، ولی اون کاراکتر فعال داریم تأثیر صحبت‌هاش رو روی هدیه می‌بینیم. خانم قاضیانی، تو توضیحات قبلی نکته خیلی کلیدی بود. گفتی وقتی این نقش رو دوست داشتی و نقش رو خوندی یا در جلسات شرکت کردی، برای خودت نقش رو ترسیم کردی. یک در واقع از کجا شروع میشه نقش به کجا میرسه؟ بله. چی رو برای خودت ترسیم؟ چه چیزی برای تو نقش یک و دو سه کردی در نقش؟ اولین چیزش این بود که باید همون چیزی رو که گفتم که در انتخاب فیلمنامه و نقشه منو جذب کرده بود اونو بذارم کنار، یعنی چیزی که آزار دیده بودم، یعنی که آدم‌هایی که میان فکر میکنن که دیگری مریضه که خوش من اون نه. هلیا از یک نقطه شروع میکنه به این نقطه میرسه دیگه، چون ما تحول رو در هلیا میبینیم. بله. نقاط اول اون نقاط اولش این بود که خب خیلی بر هم میگم به لحاظ روانی خیلی به هم ریخت. مثلا یک دوره کاملا با بچگیش زندگی کردم. چقدر بچگیش تو قصه هست تو فیلم هست؟ نه نیست، ولی کاملا. تو چرا احساسی کردی بچگیش هست تو دیالوگا دیگه، وقتی عکس مادر هست، اینکه بگو هلیا اون روز تو چی دیدی که من ندیدم. هلیا چی دیده بود اون روز؟ دیده دیگه اون صحنه رو، یعنی تصور در دیدنش چیه؟ یعنی من بگم چه جوری تصور کردم؟ آره آره، فیلم بگم. که نمیگه. آره فیلم که نمیگه، چون فیلم نمیگه. آره. من یک خاطره ای داشتم از زمانی که تو سان فرانسیسکو یه دوستم بر من اینو تعریف کرده بود. این خاطره بعد از 21 سال یک شب تو خونه من سرباز که سر همین نقش، بعد نه اینجوری که سرباز کنه، یعنی مثلا
دیگه زمانی که فیلم قطعی داده شد مثلا از این ور به اون ور راه میرفتم اصلا نداشتم آروم و قرار. صحنه خودکشی به این شکل بر من دیده شد بر اساس اون دوستی که اون شب اومد پیش من و این قصه رو برای من تعریف کرد 21 سال پیش در یک جغرافیای دیگه. صحنه برام اینجوری بود که یه موسیقی شوپن داره پخش میشه، این مثل هر روزش میخواد بره آمادش سوار سرویس مدرسه بشه بره. چرا حالا میگم سرویس؟ چون بافت خانوادگی اینا از اون امارت من میدونستم وقت تعریف امارت رو میشنیدم، یعنی اینکه این پزشک بودن این یا پدرش حتی، یعنی مثلا فضای خانوادگی که اینا داشتن میدونستم که پس حتی این سرویس رو هم داره، یعنی اینجوری میچینم همه چه. نه در مورد این نقش، راجع به همه نقش ها همینم، با خودتون کار کردم دیگه. همش احساس میکردم که یه موسیقی ناکترنای شوپن داره پخش میشه و من دارم میرم تو مسیر، فهم کنم زندگی پس جریان داره دیگه، یعنی همه چیز درسته و میرم و از راهروی ورودی که میخوام به سمت دری برم که برای خودم ساخته بودم تو بچگیم، اونجا میبینم که مادرم حلق‌آویزه. من میدیدم این تصویر رو. جدی؟ بله. تو اون تصور هنوزم میبینم. هیچ وقت هم اینو انگار اصلا با شما مطرح نکردم. نه، راجبه اینجا وقت صحبت نکردم. ببین من سعی کردم که اصلا برای خودم یک چیز مشخص نذارم، یعنی من توی این مورد جای هدیه خودم رو قرار دادم به دلیل اینکه بتونم دستم باز باشه که تصورات مختلف. تو 20 خودی سال تا اون موقع دیگه موقع مرگ بوده، من 3 سالم. برای همین جاهای مختلف اون کارگری که پاش آویزون میشه موقع کار کردن تصور اینو میده که حلق‌آویز کرده مادر این خودشو یا لحظه چاقوها شاید. مثلا این برداشت از این پای آویزون که انقدرم پلان دوستن نداشتم. آره. یا این کارگری که دستش رو بریده یا لیوانی که تو دست هدیه شکسته میشه تصور میکنیم که شاید این خودکشی های مختلف رو من نشونه های مختلف تصویر رو مشخصی نداشتی، یه تصویر کلی داشتی. بله بله. ولی من اون تصویر رو داشتم. خب هدیه باید میداشت. همین الان هم که گفتم همون حال رو دارم. نه. آره اون تصویر من آزارم میداد. اون تصویر رو هدیه چه تأثیری گذاشته؟ روانیش کردی؟ آره. چون تصویر این بود که اون تصویر بیشتر به هلیا تصویر چون روانی بودن همیشه این نیست که ما حرکات هیستریک انجام بدیم. گاهی اوقات من بسیار آدم هایی میبینم که با حرکات نرمشون دارن در واقع دیگران آزار میدن. یعنی اون خودکشی بیشتر هلیا رو تحت تاثیر قرار داره. قطعاً چون برای اون دیده. هدیه یک چیزه. یک رازه. بیشتر. این صحنه شما تجسم کنید که مثلا عزیزترین کس ما اون رو بریم بعدها سر مزارش، یا اینکه من ببینم اون عزیز من چگونه از این دنیا رفته. اونم عزیزت مادرت باشه خودکشی کرده باشه، مگه میشه اصلا؟ برای همین اون موضوعات خیلی من رو آزار و تو طول کارم همین بود، برای اینکه هی با من بود، یعنی اصلا هی منو میکشوندن به اون سمت، یعنی خود هدیه منو میکشوند همش، یعنی همش داشت از من سوال میکرد. من شاید دلم میخواست اینو دیگه به یه شکلی تو این سالها کار کرده بودم، چون روان پزشکی هم خونده بودم، من فهم کردم من خودم دیگه اینو حلش کردم، شاید الان دیگه نگران خواهرم بیشتر، فکر میکنم نکنه اون مثل من یه آدم تنها بشه، یه آدمی بشه که با این همه سرخوردگی های پنهان که حتی به مردی اطمینان نکنه، حتی اینجا اینا که تو فیلمنامه نبود، حتی میذاشتم گفتم که چرا ازدواج نکرده، چرا تو رابطه نیست. میدونستم که پیش خودم، تازه این هم نمیدونم شاید جواب داشته باشه علی جان که اصلا با من فرق داشته باشه، فهم میکنم که پدر مسببه شاید این اتفاق بوده و شاید حتی مرد گریزی من دلیلش این بوده که من در سن کم دم مادرم از بین رفته. خیلی خوشم تو خیلی فراتر از سناریو فکر کردی عزیزم. آره خیلی خوبه، همه رو فکر کردی، یعنی و حتی پدر تو قصه اصلا وجود اصلا نداره، وجود نداره. ولی من پدره رو میدم، حتی من موهاش رو میدیدم، حتی من برای یعنی تو تصویر خودم وقتی خیالش میکردم اصلا یه آدم ترسناک نمیدیدمش. حتی یه چیز عجیبی به شما بگم که من احساس میکردم که حتی وقتی این اتفاق اون روز افتاده، این منو برداشته مثلا برده به یه سینمایی، برداشته برده یه تئاتری، برداشته برده یه جایی که من بعد حتی تو ذهن خودم به اون پدرم گفتم تو چرا با من این کارو کردی؟ چرا اون روز منو اونجا بردی؟ یعنی تو خونه صدای سر داشت اصلا من دیوانم میکرد. خیلی این نکات خوبیه آقای حضرتی. یک چیزی که حرفی قانون قادری بود به نام امارت.
بله. این امارت قدیمی توی فیلم آقای یک کلاغ و اینا هم هست. کلاغ. اونجا من چون تو ذهنیت اثر عبدالله میشناسم معنای خاص خودش رو داره. تو امارت رو به چه معنا گرفته بودی این امارت قدیمی رو؟ که البته خیلی هم نمای لانگشات نمیدی ولی میدی یه مقدار کم میدی. امارت برای تو چی بوده؟ خیلی طبقه است، سابقه است. حتما اینا میشه ازش برداشت کرد ولی بیشتر از امارت خونه پدری، خونه مادری یا رفتن به اون جایی که محل دعوا یا محل راز، محل رازگشایی، همه اونها توی اونجا بوده برای این دو خواهر. نه منظورم امارت قدیمی، پله‌های قدیمی، مکان قدیمی، بله. خونه قدیمی، خونه‌ای که برقش قطعه و بعد من برقش درست میکنم، خونه که شیر آبش قطعه، بله. بعد من درستش میکنم. خب اینا نشون دهنده متروکه است دیگه، نیمه متروکه است، زندگی توش نیست. و حالا ما مفهوم میخوایم... دنبالشی با این امارت خیلی نه مثلا خیلی دنبال مفهوم نیست. گفتم به تو این چیزا خیلی تاثیر اصغر عبداللهی هم خیلی فرار میکنه از مفهوم. منم موافقم که خیلی دنبال مفهوم نه. در اصغر داری مفهوم هست نه از استعاره و تمثیل و اینها فرار در میره نمیگه ولی هست. جفتشون کلا مثل همن، پدر پسر، چون واقعا مثل پدر و پسر میمونن دوتایی؟ خیلی شبیه همن کلا. آره یه جورایی با هم شکل هم تو اعصاب آدم سر فیلم نامه بودن. دلفوریه. آره خیلی نه بابا نه اینقدر خوب فیلم نامه داره هم تحمیل از فیلم نامه تو بهتر تحمیل کنه. همکاری با هنگام بازیانی واقعا بی نظیره. من سومین کاریه که باشون همکاری داشتم فوق‌العاده بود. سبک بازیگری و این جزئی نگریش و قالب‌گیریش در طول کار خیلی ویژه است. گاهن هم شاید هم خودشون اذیت کنن هم بقیه گروه رو. ولی آره واقعا همینه، راست میگه. من گروه ها اذیت کردم ولی بسیار فوق العاده. یک روز هیچ وقت یادم نمیره مانی اسکندری یه کاری کرد که تلنگر عجیبی باز برای خودم بود و بعدش اینا میومد، چون لحظه که فکر نمیکردم. سکانس جایی بود که من میرم دنبال خواهر تو جنگل، یه جایی انقدر چیز بودم چون خیلی سکانس عجیبی بود. من مثلا دو شب قبلش توی اون اتاقه که تو فیلبند تو اتاق تنها هم واقعا خوف داشتم، پرده ها رو میکشتم، اصلا کارهایی که خودم نمی کنم. یعنی اصلا نه اینکه من بگم من وای چه آدم شجاعم، ولی کلا آدم نترسیم. من توی خونه قدیمی بود بدون یعنی با چراغای خاموش میگیرم میخوابم. ترس زیاد برای من معنی نداره، ولی پرده ها رو میکشیدم، لرز میکردم، حالم بد بود. برای همون سکانس پایانی مانی اسکندری خیلی جالب بود. با خانم شیما شریفی که اومدن جلو که میخواستن یه چیزی رو، مانی میخواست چک بکنه، شیما اومد که مثلا روتوش من رو انجام بده. منتها ما توی صحنه بودیم، یعنی تو اون جنگله بودیم تو اون قسمت. یک حرفی مانی اسکندری زد، عجیبترین حرفی بود که من تا این سالا شنیدم. برگشت گفت خدا کنه زودتر هنگام هلیاتم بشه. خیلی جدی. هیچ وقت من این جمله مانی اسکندری رو یادم نمیره. که اونجا خودم تپش قلبم شد 100 مرتبه و گفتم برین. اونجا گفت خدا کنه زودتر هنگام برگردی. یعنی احساس کردم که حتی اون هم نگرانمه. نگرانه این هنگامه ای که حالا خیلی با هلیو نزدیک شده. آخه میدونی حالا شما محبت میکنیم میگین که هنگام انقدر با جزئیات و اینا، سر کار خود شما هم همین بود. آخه مگه من کارم باید غیر این باشه که برم تحلیل روانشناسی فلسفه کار؟ نه بخی از بازیگرا همه این تحلیلا رو دارن، برخی، البته نه همه. ولی به این دقتی که تو رو این فیلم نامه کردی، من حالا شوخی هم کردم گفتم از خود فیلم نامه بیشتر قرمونه. یعنی این نکاری که تو میگی رو فیلم نامه بسیار نمیگه، تو داره من میگی. یعنی تو یعنی در واقع دنبال فیلم نامه بری که چقدر فیلم نامه میگه. یعنی جز گذشته مادره که اون هم در ابهام قرار میره. اینا تو نوجوانیش حتی. یعنی من مثلا میرفتم تا 14 سالگی این 15 سالگی این که چه موسیقی گوش میکرد، چی کار میکرده، آیا میدونی تمام این تصویرسازی برای این بود که من یکو شدم تو سن خیلی کم یه مادر. یعنی از قالب خواهر مجبور شدم قالب مادر برای هدیه بگیرم و اینا خب سخت بود دیگه. نه درسته. علی عزتی تو وقتی که وارد قرار شد که این کار کارگردانی کنی با خودت، چون من اولش هم گفتم فیلم بسیار سختیه، یک سه تا آدم توی یک مکان بسته با یک قصه که حادثه بیرونی میشه گفت اصلا نداره، با حادثه های درونی داره، حادثه درونیش هم خیلی زیره و تو باید به تدریج
بفهمی گونه فیلم تو چجوری دیدی؟ ژانر فیلم تو چگونه دیدی؟ با چه ذهنیتی رفتی؟ نشان چیز داشتی؟ الگوی ذهنی فیلمی داشتی؟ فیلم مشخص بخوام بگم نه الگوی مشخص نداشتم، ولی خب طبعا سعی می‌کردم تحت تأثیر سینمای مورد علاقه و فیلمایی که می‌دیدم تو این تایم فیلم مورد علاقه فارغ از این ژانر، من خب استاکر تارکوفسکی تو کل فیلم‌های دنیا رو خیلی دوست دارم، اصولا فیلم‌های این فیلمساز رو دوست دارم، اما خیلی سایکودرام نزدیک به نوار این فیلمو فکر می‌کردم باید این فرم و این ژانر اجرا بشه و توی دو سال نیم سه سال فکر می‌کنم همه آثار نوار تاریخ سینما رو سعی کردم ببینم. یعنی خب از ابتدا قرار بود که توی یک فیلم سایکودرام نوار تنه به نوار بزنه. آره تنه به نوار بزنه و اون پیچیدگی‌ها رو داشته باشه و از ملودرام فراتر بره و در واقع حتی سبک هم بر اون اساس استوار کردی، یعنی آره. استایلت هم بر اون اساس استوار کردی دقیقاً، فضا سازی همون رنگ همون حتی با عوامل که صحبت میکنم سرتیمه ها سعی میکردم همون ابتدای امر مخصوصا با مدیر فیلم برداریمون که خیلی هنرمند درجه یکی مسعود امنیتی ایرانی توی دو جلسه صحبت کردم و به رنگ فیلم رسیدیم تو پیش تولید و این خب نشون داد که خیلی میتونیم. آه یه نکته هم بر من اضافه کنم چون حرفا گاهی اوقات شاد فرمشون الان چون اشاره کردن، اولا واقعا از مسعود عزیز برای این فیلم برداری محترمش چقدر عزیز بود این آدم، چون این فیلم خیلی مهم بود. فضای دوربین روبروت کیه؟ یعنی واقعا من از علی تشکر میکنم، ولی یه چیزی که اعتماد به نفس من رو در واقع بیشتر کرد راجع به اطمینانم به علی جان برای اولین کارگردانیش، چون تهیه کنندگیش رو میدونستم ولی دیگه کارگردانی بود، از سه تا فیلم های کوتاهش هم دیدم و میدونستم فضای سلیقه این آدم و نگاه و در واقع جهان بینیش نسبت به دنیا، اول که ما دنیا رو میخواییم بسازیم دیگه چیه، این بود که نرفت سراغ فیلم برداری که براش قاب بچینه. متوجه منظور من میشین؟ بله بله. چون خیلی از کار اولیا میرن یک فیلم برداری رو میارن که اون قابا رو بچینه، اون نورا رو بچینه. ولی من دیدم چه اعتماد به نفسی داره. آره خیلی زحمت کشتن. ولی انقدر بدون گارد. مثلا من میدیدم میشستیم دیگه، مثلا میدیدم که علی میگفت من این مثلا این نورو میخوام، این قابو میخوام، این نه با هم بحث زیادی میشد، نه اصلا جدال، نه کسی میخواست کسی رو به رخ خودش بکشه. منتها برای من مهم بود که اگه کار اولشه کسی نیاد قابا رو بچینه. متوجه منظور من میشین؟ میفهمم. شما خوب بود. آره مسعود تیرانی امپارسال یه فیلم هم داشت با آقای بردگر. بله. خیلی فیلم مداری خوبی هم داشت. خودش هم کارگردانی کرد. آره مثل کارگردانی کرد. چقدم یه فیلم کارگردانی کرد، من ندیدم فیلم رو. یه فیلم اخیراً کارگردانی کرد. منم ندیدم. چی؟ یه فیلم اخیراً کارگردانی کرد. اون اخیراً کارگردانی کرد. آره دوباره. یعنی شبیه همون فیلم قبلیه مثل اینکه. خیلی جزئیاتش شبیه همون فیلم قبلیه. آره آره. اون قبلش من ندیدم، ولی منم ندیدم از اون فیلم های عجیب غریب سه روز بیداری و آره سه روز بیداری از فیلم عجیب غریب آره آره اونو من ندیدم، ولی این فیلم برداری اون کار تو هم خوبه، فیلم برداری آقای فیلم آقای ابر بارانش گرفته آره. اونم فیلم برداری خوبی بود و تا حد گرفتن جایزه بهترین فیلم بردار در جشنواره فیلم فجر کاندید شده بود. رفت اصلا بگیره، اما جوانهایی بودن که در واقع آقای نجفی بود که نجفی گرفت کرد بله ایشون هم درجه یکی بله. کارشون خوب بود. نه تو کی انتخاب کرد فیلم بردار؟ خود انتخاب کرد یک کسی پیشنهاد؟ حتما کسی بهم پیشنهاد داد، ولی پیشنهاد دهندش متاسفانه الان یادم نیست. بعد من رفتم کارشون رو متمرکز تر دیدم، دو تا دیدار ما داشتیم با هم، خیلی سریع متوجه شدیم بیفتمون که میتونیم با هم تجربه خوبی داشته باشیم. مردان آقای اسخد بلوی کی بود؟ کیوان معتمدی. کیوان معتمدی هم خیلی هنرمند درجه یکی. میشه سنشون با یادش کنیم. تو اونو نیاوردی؟ لحاظ زمانی یادمه که به مشکل زمانی، یعنی سر کار دیگه بود، سفر بود. الان جزئیاتش یادم نیست. اونم جزو کارگردانی بود، چون من جلو دوربینش بودم. اونجا هم دو پرسونا بودیم، من حبیب بودیم دیگه. آره. اونجا هم سر کار اسخر عبداللهی که این انتخاب شد برای، یعنی این شخص انتخاب شد توسط علی جان برای فیلم برداری، واقعا ما آرامش داشتیم. آره واقعا. آره و بعد چیز بود، یعنی همش اشتیاق رو میدیدی توش. یعنی ببین بدترین چیز برای من بازیگر که با حسم
دارم زندگی میکنم، وظیفه‌م هم هست، منتش به سر هیچ کس هم که خودمون رو بزرگ کنیم وای ما کیم، هیچی. یعنی این کار منه، مثل یه نجار که کارش اینه که وقتی میگن یه میز بساز باید زیباترین شکل ممکن اون رو بسازه. ماموریتامونو داریم انجام میدیم، کار ویژه‌ای انجام نمیدیم. ولی یادمه که به یک نقطه رسیدم تو این دو تا کار آخر که چه خوشحالم وقتی برمیگردم به طرف فیلمبردار، میبینم فیلمبردار دچار اندوه شده یا دچار شعف شده یا شوقه یا شوره یا داره درگیر میشه. در این دو نفر بود، هم کیوان معتمدی، هم کیوان معتمدی عزیز که به من خیلی کمک کرد. کیوان معتمدی جزو کسایی بود که من همیشه پشت سرش میگم که به من در خلق الهه کمک کرد. فضای آرامی که علی در تهیه کنندگی به وجود آورد، فضای آرامی که اصغر عبداللهی عزیز دلمون که چقدر عزیز و دوست داشتنی تو فضای بله. کارگردانی برای من به وجود آورد و بعد کیوان پشت دوربین. آره انتخابای خوبیه، حتی به نظر من انتخاب غزل شاکری هم خیلی خوبه. این انتخاب چگونه صورت گرفت؟ این هم غزل شاکری هم انتخاب خودم بود، برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن تهیه کننده خانم طاهرپور بوده. ما هیچ این تصور نکردیم. نه به من گفتن. آره ولی میگن دیگه. آره به من گفتن. آره. ولی غزل شاکری اصلا پیش از اینکه من با فرشته طاهرپور به عنوان تهیه کننده و کارگردان کار بکنیم، من جزو گزینه‌هام غزل شاکری بود. آره واقعا هم از اصلا ما به موازات هم انتخاب شده بودیم دو تا خواهر. خب برای نقش هدیه چند تا فاکتور، من البته برای نقشایی که مثل نقش اصلی هدیه و هلی و پارسا خصوصیاتشون که تو ذهن من بود موقعی که خیلی به جزئیات همه رو نوشتم، خصوصیات رفتاری، اخلاقی، ظاهری، بعد بازیگرها رو تطبیق میدادم با اونها که این بازیگر در اون میگنجه نمیگنجه و یکی یکی حذف و اضافه میکردم و میرسیدم به گزینه ها. برای نقش هدیه هم برای من خیلی مهم بود که ساز آره استایل کسی باشه که ساز کنار ساز میشینه، هنرمند تحت تأثیر اون مدت هاست، اون زندگی گلخونه ایشو داره و علیرغم اینکه آرتیسته و خصوصیات هنرمندا رو داره، ولی از درون ته تهش هم یک بی‌اعتماد نفسی رنج میبره که لحظاتی تو بازیش خیلی به نظر من درجه یک اینو غزل شاکری بازی کرد. نکاتی که به هم میگفتیم اینجا اون جاییه که شاید یکم داره میزنه بیرون، بی اعتماد به نفسیه، اون جایی که اون کاغذا رو به خواهر نشون میده و میپرسه که شما با هم میان چه صحبت هایی میکنید، اون نقاطیه که داره میزنه بیرون، این زندگی گلخونه ای که براش ساخته شده، یعنی انگار نمیتونه توی یک آب و هوای دیگه بیرون از این جامعه عادت نداره، سری میتونه پژمرده شه. خیلی خوبه این انتخاب، در واقع انتخاب خیلی خوبیه. هم خانم شاکری و شیمیامون هم خب هم خیلی، من اول سوال کردم شیمیامون هم با هم خیلی نجود خواهرا نم یه حسی یه برنامه شما با هم اجرا کردین جلوی بله به یک آره رحمت خدا که بر آقای کیارستمی هست نیازی نیست دعا کنیم، ولی کنسرت بر بچه‌های عزیز محک بود که منو غزل جان رو استیج بود دیدم تصویر کیارستمی بالا نشسته بود اینا. من یادم که منم خیلی خوشحال بودم از این انتخاب، برای اینکه روح غزل رو میشناسم خیلی ساله و میتونستم باور کنم که این خواهرمه. یعنی وقتی انتخاب شد خیلی خوشحال بودم. ساز از من چنگ بود. بله. چرا؟ چنگ به من سازی بین دو تا ساز شک داشتم، یکی چنگ بود یکی ویولنسل چلو. به دلایلی چنگ رو انتخاب کردم، یکی اینکه خب اون ویولون همیشه تو فیلم ها انتخاب اول همه فیلم هاست. ویولنسل. بله ویولنسل. منظور آقای اصغر عبداللهی یه بار انتخاب کرده ویولنسل در خانه خلوتی. اصلا تو کل فیلم های دنیا نه ایران فقط، همه گزینه اول. و دنبال سازی هم بودم که هم یکم بکر باشه، هم به من موقعیت کارگردانی بده، میزانسن بده. و این ساز چنگ غیر از اینکه یه ساز خودش نماد موسیقی، یکم خود چنگ میشه پشتش قایم شد، میشه از اون ورش دید از لای این تارهای چنگی که ما یه جاییش توی دیالوگ اشاره میکنیم به موهای مادر، خواهر رو دید، پارسا رو دید، ممیزی ها یکم ما رو خلاق هم میکنه بتونه اون با دست کشیدن بر تارها با چنج فروس بتونیم دست به صورت پارسا بکشه کاراکتر ما، و از این موقعیت ها به ما میده. این ساز بزرگی هم میخواستم باشه که این یک دختر ظریف یک ساز بزرگی رو هی باید چالش داشته باشه حمل کنه. اینا چیزی بود که میدونستم توی گزینه های ساز به چنگ رسیدم. آه یه چیز دیگه هم اون موقع گفتیم شاید یادت نباشه،
منم چون همین سوال شما رو کردم، گفتیم که این مثل یه جنازه میمونه. آره یه دیا تو دیالوگ هم گذاشتیم دیگه. بعد وحشت رو به جون ما میندن. یعنی هر دفعه میرم چند تو دوزیدی آخر سر؟ آره دیگه تعلیق اینقدی فیلم هم میزنیم چنگو من دوزیدم. چرا این کار کردی؟ چون بی تربیت بودم. من تلاش های مذبوحانه هلیا برای اینکه گفتم همون داستانی که میبینیم تو زندگی همون، یعنی واقعا میبینیم، میبینیم که مثلا آدم ها همه فکر میکنن خدای اون یکی هست، همش میخوان بهش کمک کنن، دسته که دارن تخریب میکنن، ما تا یه جایی میتونیم با آدم ها کمک بکنیم. یعنی من واقعا به این اعتقاد پیدا کردم، شما تا یه جایی میتونید. و چقدر ما کامپلکس های خودمون رو در دیگران، این چیزی که من همیشه ازش پرهیز داشتم، آدم کاملی اصلا که نیستم چون هیچ آدمی کامل نیست، ولی من همیشه پرهیز دارم از اینکه بخوام کسی رو تربیتش بکنم. مثلا من حتی پسرم رو باهاش این کارو نکردم، چه برسه با دیگران. اما در ایران برعکسش رو نه تنها دیدم بلکه هنوز هم میبینم. و هلیا برای من یه چیز بود، یعنی انگار یک اختتامیه‌ای بود که حرف‌هایی رو که می‌خواستم یک روزای بزنم نمیتونستم، ولی حالا عجیب بود چیزی رو که ازش متنفر بودم رو باید اشراش می‌کردم. خیلی جالب در راستای صحبت‌های خانم قاضیانی اینه که من فیلمنامه رو خب موقعی که داشت آماده می‌شد یا تو بازنویسی‌های مختلف می‌دادم، دوستان مختلفم با سلایق مختلف چه سینماگر چه غیر سینماگر بخونن. اتفاق جالبی که افتاد تقریبا همشون میگفتن که مثلا هلیای زندگی من مادرمه، مثلا یکی میگفت مثلا پدرمه، برادر بزرگمه. هلیاشون رو پیدا میکردن. آره یکی دو نفر پیدا نکردن و فهمیدن خودشون هلیا یکی دیگه. آره چه جالب بود، این خیلی جالب بود، این همون چیز که هم اول. آره تقریبا همه مشابهش رو سریع پیدا کردن تو زندگی خودشون، یا اینور بودن یا اونور، یعنی ما به ازا داشتن. این برای من نکته جالبی بود. کجا ما انتهای فیلم میفهمیم که دیوانه اصلی، حالا باز نمی کنیم، یکی از خواهرهاست در واقع. کجا نشانه هایی که در واقع داریم میدی به عنوان کارگردان، چه نشانه هایی میتونی راهنمایی کنه که دادی من برم مراجعه کنم بفهم. از اول، از پلان اول فیلم من راستشو گفتم، فقط به دلیل اینکه اون پلان اول فیلم که میگه من باید ازش مراقبت کنم، فقط به دلیل لباس سفیدی که تنه شما با این شک نمی کنیم. بعد میاد جلوتر، میگه خب نه، این زنه توی اجتماع جایگاهی داره برای خودش، اونه که تنهاست منزویه، پس قاعدتا حرف این درست تره. اینا به نظر خودم میاد، یعنی تو ذهنم این کارو میگه. تو کنسرتی که از ابتدا بله وقتی با اون دکتر رئیس بیمارستان صحبت میکنه که من این کارو میکنم، صلاح میدونم اینجوری باشه، یک شخصیت حرفه‌ای تو کار خودش می‌بینیم که اتفاقا هم حرفه‌ایه. یه پلانی هم می‌ذاریم این تشدید می‌کنه اونجایی که وامیسته تک ازش از بله. من پلان گرفت که نگاه هلیا به هدیه. بله و ما سنگینی نگاهش از همون پلان سکانس یک حس می‌کنیم و بعدش دیگه میریم تو با هدیه همراه میشیم و تلقین‌های هلیا. یعنی حالا بازم ببینید خیلی خیلی متهمه میگن که دقیقه 10 ما متوجه شدیم اینو، مثلا بار دوم یا بار اول، حتی ابتدا آدم متوجه میشه که قرار فیلم به این نقطه برسونه با ارتباطاتی که به نوع برخورد با هدیه. خیلی هم با مزه بود، من یه طنز تو خیلی هم با مزه بود نگفتین که روانی، گفتین دیوونه. اگه جو اگه یا من یا غزل هستیم روانی نه یا زینی دو تا خواهر خارج گفتین دیوونه. آره به اینطوری میشه مشخص کرد. حالا یک سال خانم قاضیانی جانم، هلیا از پارسا خوشش میاد؟ نه اصلا خوشش نمیاد، اصلا بعدش هم میاد. من قشنگ حس انزجار هم از فیلم نامه گرفته بودم، همین که در بازیم دیگه، برعکسی که خود حامد رو خیلی دوست دارم چون واقعا پارتنر خوبی بود. ما اینجا پارسا صحبت میمشیم، حامدی کومنیتی. آره ولی نه ازش اصلا خیلی برام چیز بود،
چون میگم یه داستانی تو این دختر وقتی من نشستم زندگیشو دبیرستانشو رفتم با هلیا، همه چی رفتم باهاش، حتی اینکه چرا این انتخاب میاد انتخاب میکنه رشته روانپزشکی رو، از کجا انتخاب میکنه، باز دلم برای خودم میسوخت. یعنی این دوست داره که با احساس میکنه با این علمش تمام جهان رو داره نجات، تمام جهان در مادرش خلاصه شده بوده عزیز دلم، تمام جهان در مادر خلاصه شده. وقتی مادر رو از دست میده، اونم نه به شکل عادی، مثلا نه مادر سکته میکنه نه ماشین میزنه، این دیگه یه، یعنی حالا مثلا اینجا که حالا من برای خودم اینجوری دیدم مرگو، مثلا خودسوزی یه تعرض، یه واقعا یه اعتراض اجتماعیه در همه زنها، حتی اون زنی رو که میگن اینو مثلا سواد اینو داشت، این تعرض اجتماعی، یه اعتراض اجتماعیه. ولی در مورد خودکشی یک بخش دیگه باز میشه که خیلی خیلی جهان غمگینیه به نظر من. یعنی اندوه نیست اصلا، غم بود به جای اندوه. ارتباط بیننده با فیلم چطور بوده تو فضای مجازی توی آنلاین؟ خب خیلی تا قبل از قاچاق یا بعد از قاچاق؟ بعد از قاچاق مجموع سریع قاچاق جالب بود. آره روز دوم متاسفانه قاچاق شد. جالب بود برام فیدبک ها. من خودم فکر میکردم که یکم مخاطبینم تقسیم بشه به مثلا یکم روشن فکر و غیر روشن فکر و اینا خودشون بدونه بعدشون بده، ولی اصلا این تقسیم بندی اتفاق نیفتاد. یه تقسیم بندی دیگه است، نمیدونم هنوز چیه. یه سری از دوستان روشن فکر خیلی خوششون اومده، یه سری نقد دارن و همینطور تو مخاطبای عادی هم خیلی خوششون اومده. آماری از فروش فیلم داریم؟ آمار تعداد تماشاگری دارم. بله. تا حالا چطور بودیم؟ من یه دونه نقطه سر به سر گذاشته بودم برای خودم که اگه اون نقطه برسیم فیلم ضرر نمی‌کنه. خیلی دور نیستیم از اون نقطه، این روز به روز بخوایم پیش بریم. مخصوصا دو روز اول جلوتر بودیم از اون نقطه‌ای که براش گذاشته بودم. اون قاچاق فیلم متاسفانه ضربه بعدی زد، اما سریعاً دوباره راه خودش رو پیدا کرد. روی آره روی شیب سعودیم دوباره. شما اکران سینما نشدیم به خاطر تعطیلی. آره و این فیلم چقدر یه واقعیت رو بهتون بگم، شاید مثلا من با اینکه فیلمای کارکترم همه رو دوستم، ولی این جز فیلمایی بود که من حسرتش می‌خوام چرا پرده نیست. چون این فیلم واقعاً این فیلم یه سینمایی الان ما یه سینمایی داره ساخته میشه که همه بچه‌هام دارن کار خودشونو میکنن، کار منم نیست که کی کار بد میکنه کی کار خوب میکنه. مثلا همون داستان باگس که ما میخوایم بگیم دیگری بد، من اینو اصلا دوست ندارم. همه هر کسی جهان خودشو داره، بره فیلمشو بسازه، اصلا به من چه که بخوام اون رو نقدش بکنم. اون داره زندگیشو میکنه، من دارم زندگیمو میکنم. ولی این فیلم فیلمی بود که وقتی که من متوجه این شدم دیگه زمان کرونا، قصه خوردم، گفتم این فیلم همو دوست داشتم رو پرده ببینم. اگه بسن فیلم به نظر من رو پرده واقعا، ولی به خصوص این ببینید چون آره یه سینمایی من حداقل تجربه کردم تو این کار که منتظرش بودم، نمیدونستم کی میرسه ولی منتظرش بودم. مثل زمانی که با شما کار کردم، بعد هنوز وقت حرف میزنم احساس خوبی دارم، با مردم حرف میزنم احساس خوبی دارم. میدونستم که برای سازهای ناکوک این اتفاق میفته، میدونستم یه سینمایی که یه سری استانداردهایی که من دوست داشتم و رعایت داره میشه توش. اصلا که تکیهش هم یکم روی فضاسازی و لحظات بصریه تکیه فیلم. رو پرده خب حتما یه حس دیگه میده، حس دیگه دیده اصلا پرده یه چیز دیگه است تا یک صفحه کوچک، یه صفحه بوقت و بزرگتر توی چیز. خب حضرتی الان بعد از سازهای ناکوک چی میخواد بسازه؟ نمیدونم. مشخص نکردی برای خودت؟ من برنامه ریزی ندارم خیلی، مخصوصا برای سینما. تو تهیه کنندگی من به نظر من مشخص بود که من اگر همه تهیه کننده ها رو کمپانی بدونیم، من از دورترین آدم هم به کمپانی فیلمسازی، اصلا نگاه هم خیلی سنتی نیست، برای همین خیلی هم برنامه ریزی ندارم. مخصوصا دیگه تو تایم کرونا که خیلی غیر از سینما هم سعی کردم برنامه ریزی هم بیشتر از یک ماه نباشه. این هنوز برنامه مشخصی نداره. داره فیلمنامه رو فیلمنامه کار می‌کنی. یعنی چی بیشتر از یک ماه نباشه؟ یک ماه تا یک ماه. یه رازاشو امشب بگیریم ازش. نه کلا خب برنامه های یک ماهه نهایتا بچین آدم یک ماه یک ماه تمدید کن. ما از خر داریم می‌نویسیم. چند تا طرح داریم؟ ما سه تا طرح داریم که مرسی که سوال منم می‌پرسی. سه تا طرح دارم که داریم اونو با سه تا فیلمنامه نویس پیش می‌بریم در حد سیناپس تو این مرحله ایم هنوز. چه خوب چه خوب. اسرار بمانند اسرار بمانند اسرار عبداللهی که همیشه ما
با افتخار من فرزاد مطمئن اومد سرسنه یا اومد سرسنه؟ فرزاد مطمئن یه روز تو پیش تولید مشاور کارگردان بود، یه روز تو پیش تولید با هم نشستیم صحبت کردیم مفصل. سر صحنه که من بودم موبایلش خاموش بود، من دنبالش بودم بیاد می‌خواستم مشورت ازش بگیرم نتونستم پیداش کنم. چه خوب، اعتراف خوبی بود، اعتراف خوبی بود. خانم قاضی یعنی چی کار میکنه الان؟ الان ساله من شما بپرسید. چه فیلمیه؟ الان دارم یه نمایش خانگی کار میکنم ولی هیچی راجبش نمیتونم بگم. خب نه اصلا نمیخوام بگی. چرا میخواستین؟ چرا کلنگه؟ چه فیلم میخواستین؟ چه فیلم کار کردید؟ فیلم؟ فیلم؟ آره. آخرین فیلمم یه دونه زعفرانی 14 تیر مال علی هاشمیه که اکران نشده. اون مال 2 سال پیشه. دیگه؟ فیلم سینمایی و همین سازهای ناکوک. همگناه هم که قبل بعد از ساسای ناکوک من بازی کردم لیلا رو. یعنی از اونجا رفتم توی دیوونه خونه دیگه، چون اونم دیوونه بود دیگه، اونم به قول شما روانی نگفتیم یه بودی دیوونه. سال قبل من کلن سال سایکو بود بر من، دو تا نقش سایکو. سایکو هم خیلی خوبه، دیوونه بازی هم خیلی خوبه. شالا سومیش سایکوشو با خودتون بازی میکنم دیگه، اونو تا تایش شالا همینجا هم. انگام امازی، یعنی الان وضعیت بازیگران نسل جوانی که بعد از تو اومدن چی جوریه؟ اگه بخوای بررسی کنی با عنوان آدمی که از تئاتر اومدی، سابقه داری، برخوار تحلیل داری، چی میگی نسل جوانتر رو، نسل بعد از خودتو؟ نسل بعد از خودم، خب توشون واقعا الان نمیتونیم بگیم تعداد زیادی، چون یه زمانی زمانای اون زمان مثلا میریم به نسل مثلا گلاب آدینه و سیمینه معتمداری و خسرو شکر، یه زمانی بود که خیلی جمعایی که میخواستن کست بکنن مشکل به اون شکل نداشتن کارگردان ها، انگار الان یکم محدود نشده. مثلا یکی از موارد که من خودم میبینم اینه که یک بازیگر یا من 3-4 تا فیلم، 3 تا ازش فیلم میبینم توی سال از همین نسل جدید. خب این برمیگرده به اینکه پس ما هنوز نتونستیم کشف استعدادهامون رو بیشتر و بیشتر کنیم، اعتمادمون رو بیشتر کنیم برای انتخاب کسانی که شاید واقعا وجود داشته باشن، ما نمیدونیم. ولی داریم ما توی نسل جدید واقعا بازیگرایی که دارن برای خودشون کارهای خوبی رو میکنن. اسمی ذهنت هست که بگی اسمی خوبه. تو ذهنم هست، آره، من مثلا بازی سارا بهرامی رو دوست دارم، پریناز رو مثلا تو ابد یه روز من اتفاقا همین حدود فکر میکنم 3 هفته پیش بود، یک پلانی داشت که پشت پنجره میسته که نبیدو دارن میبرن. بله اونجا خیلی مثلا من اونجا برام یه چیزی بود که فهمیدم که پس نکته بازیگری چی بود تو پریناز. پریناز و سارا رو هم خیلی دوستم. سارا یک صورت سینمایی خیلی خاصی برام همیشه داره، یه چیزی داره من نمیدونم از چیش خوشم میاد نمیدونم، ولی مثلا تو فیلم فیلم رضا گوران چی بود اسمش؟ سرکوب بود دیگه. سرکوب. مثلا واقعا همش کوب بازی کرد، دارکوب سرکوب. آره سرکوب و دارکوب هم. ولی مثلا اونجا بازی سارا رو مثلا خیلی دوست داشتم. یا مثلا تو بچه‌هامون نوید، امیر داره کار خودش رو می‌کنه. امیر جدیدی. آره امیر جدیدی مثلا من چیزای مختلف دارم ازش، کار خودش رو می‌کنه. نوید محمدزاده داره کار خودش رو می‌کنه. اینا اون چند تا بچه‌ایان که من کاراشون رو دوست دارم. تو نسل خودت چی کار کردن رو دوست داری؟ نسل خودت. توی ایرانیا. ایرانیا آره. من خب صاحب سرک بودن شهرام مکری رو دوست دارم کلن، مخصوصا فیلم ماهی گربش به نظرم فیلم خوبی بود. اون فرمی که مهدویان آورد هم برای من جذاب بود، فرم جای جسارتی که کرد اون برای من جالب بود، جذاب. خب اسم رضا گوران اومد، رضا گوران هم یکی از اون کارگردانایی بود که من تو تایم تئاتر باهاش همکاری کرده بودم، دستیارش بودم. آره خیلی فیلمش هم فیلم جسورانه ای بود. آره فیلمش خیلی دوست داشتم. به عنوان بخش کارگردانیش جسارت ویژه ای داشت. من اصولا خودم سلیقه شخصیم اینه که خیلی توی قاعده هنرمند نره من قابل ستایشه برام. یعنی اینکه چیز کنه، یعنی امتحان جدید بکنه، کارهای جدیدتر بکنه، نوجویی کنه در واقع. اون خیلی برام محترمه. سلیقه شخصیم اینه. هنگام میگذره تو به حال فیلم‌های خیلی خوبی بازی کردی، بازی‌های خیلی خوبی داری و در واقع من همیشه خاطر خیلی خوبی از بازی خودت داشتم و فیلمات داشتم و خب به هر حال خاطره خوبترم دارم که باهات کار کردم.
اگر بخوای که یک بازی اصلا مهم نیست از چه نسلیه انتخاب بکنی غیر از خودت، یه بازی بازیگر زن توی سالها کی انتخاب؟ جنرال لنز تمام بازیاش، یعنی اصلا هیچ وقت، چون گفتم من آدم اصلا خوبی نیستم، اتفاقا امشب واقعا میخوام جلوی دوربین بگم شاید مردم عزیزمون یه چیزی رو میسازن که منو به همم میرزه، میگم بابا من یه عالمه مثلا ایراد دارم، یه عالمه ضعف بشری دارم که مال منه دیگه، ولی در کنار تمام این بدی هایی که دارم یه حسنی دارم که خیلی با اعتماد به نفس راجبش صحبت کنم، و اونم اینه که من آدم حسرت نیستم. تو کاراکترم هم معلومه دیگه، آدم های حسرت خور زود شکسته میشن، بهداشت روانیشون به هم ریخته است، خیلی اصلا نه نافرمن. برام اینجوری نشده مثلا بگم کاشکی کلمه من نیست، آها اینه بهتره بگم کاشکی برای من خیلی کمه، اینو مثلا کم داشتم، بعدم میاد بگم کاشکی یا میخوام این خواستنه، ولی تنها بازیگری رو که هر فیلمش رو میبینم بهش میگم لامصب، خیلی خوب انتخاب کردی. حالا برای خوشحالم که خیلی خوب انتخاب کردی. حالا یک فیلمیش که ما بتونیم نمایش بدیم، شب افتتاحیش دیوانم میکنه، اصلا دیوانم میکنه، یعنی ساخته جان کاساس، بله جان کاساس، یعنی هر لحظه من نگاه میکنم میگم که بابا تو چیکار، بعد اینجاست که میگم بازیگری نه با تکنیک فقط بزنی، چون وقتی که تو به درجه درستی برسی تکنیک خودش میاد، اون تکنیک کارو خودش میکنه، ولی چقدر تو قالب گیری، تو چی کار میکنی؟ تسخیر نقشه. من میگم مثلا ماریا کالاس میاد رو استیج، راجب ماریا کالاس ما چی میتونیم بگیم جز این که بگیم تسخیر شده؟ این تسخیر شده است رو استیج. اگر نه مگه میشه این همه اپرا خون اون زمان بودن؟ چرا ماریا کالاس میشه ملک اپرا؟ چون تسخیر میشه میاد. من یک پشت صحنه از ماریا کالاس دیدم، اونجا فهمیدم انقدر درش کردم اینو، انقدر اینو ارزیابی کردم، دیدم ای ماریا کالاس نقش تو نمیخوره، کم قبطره خیلی، ولی خب من خیلی چیزم دیگه، چون تو موسیقی از سن کم تو خانواده مهم بوده، خیلی بیوگرافی میخونم، هی جستجو میکنم، و خب زن و زن اپرا خونیه که من واقعا با زندگیش اصلا میرم جلو، ولی اگر بخوام تو بازی رو بگم، اینم اهانتی نشه به بازیگرهای زن ایران که همه‌شون رو نمیتونم بگم دوست دارم، این دروغه، من نمیتونم جلو مردم دروغ بگم، چون تصمیمم اینه که با مردم، یعنی این بیس من بوده اول، به مردم دروغ نگو تا آخرم، تا روز که میمیری دروغ نگو، ولی یه در خب دوستشون دارم بازیاشون، یا در اصلا خوشم نمیاد، اصلا نمیتونم بازیاشون حتی نگاه کنم، ولی اگه بخوام بگم که شما این سالی کردین، فقط جنرال لنز شب افتتاحیه و گلوریا حتی، اونم اونم خیلی خوبه، اونم جزء چیزایی که تو خودم میدیدم. شب افتتاح یک اتفاق بازیگری توش هست که شب گلوریا هم شب افتتاح هم در مورد بازیگری و تلخی عاقبت بازیگراست. بله یا عاقبت تلخ بازیگرا اون تو هست، یه چیزی فراتر از اونه که مرز سنی که این رسیده و بازگشتی که به 17 سالگیش میکنه، این رفت و آمدی که این زن بین 17 تا 50 سالگیش داره، خیلی برای من از تایید کننده خوب برنامه میخوام که یه تیکه از فیلم شب افتتاح جنرال لنز رو دیشب تو هم میدونی تصمیم گرفتم اختتام این مصاحبه بذاره بازی خود جنرال لنز رو، خیلی ممنون که در واقع اون نظر شما در واقع بیاد دارین، واقعا خیلی متشکرم آقای عزت، خیلی ممنون از شما، ان شاءالله که موفق باشی فیلم بعدی سریع بسازی، سلامت باشی، خیلی متشکرم خانم قاضیانی، ان شاءالله که باز این افتخار نصیب من بشه، نصیب من، قربان شما، قربون شما، متشکرم، خیلی ممنون از بینندگان عزیزم که تا این لحظه بیننده برنامه بودن، متشکرم، عزیزم قربون شما.